تماشا خوش اومدید. من رجا اسدی هستم. در برنامه این هفته برای دیدن نمایشگاه استادان فراموش شده به مجموعه هنری والاس اومدم. با من همراه باشید. نمایشگاه استادان فراموش شده مجموعه بی‌نظیری از آثار نقاشان هندی رو که در فاصله سالهای 1770 تا 1850 میلادی تولید شدند به نمایش می‌گذاره. نقطه مشترک این آثار اینه که یا به سفارش کمپانی هند شرقی کشیده شدند یا به سفارش غربی‌هایی که به هند سفر کردند یا اونجا ساکن بودند. خیلی از آثار بی امضا هستن و بعضی هم امضاهایی به خط فارسی، اردو و لاتین دارن. این نقاشی ظریف که پرنده ای رو روی شاخه نشون میده نزدیک به 2.5 قرن پیش کشیده شده و کار هنرمندی به نام شیخ زین الدین و نام پرنده و درخت هم در تصویر دیده میشه. حیوانات و گیاهان شبه قاره هند با هدفی علمی یعنی شناسایی و طبقه بندی تنوع گیاهی جانوری تصویر شدند. با این حال خیلی از این آثار کار نگارگران برجسته هندی اند و از نظر هنری هم اهمیت زیادی دارند. با تماشای این آثار میشه تنوع سبک‌ها و مکتب‌های نگارگری هند در این دوران رو به وضوح دید و با آثار نگارگران بزرگی مثل شیخ زین الدین، علی قلی خان، سیتارام و بهاوانی داس آشنا شد. آثار این استادان در عین اینکه ادامه سنت‌های نقاشی قدیمن، آغاز تحولی عمیق در نقاشی هند رو به نمایش می‌ذارن و اون تأثیریه که غرب در دگرگونی جهان بصری هنر هند داشته. در ادامه برنامه فیلم شبی که ماه کامل شد در گفتگو با نرگس آبیار. ساخت صحنه‌های اکشن راحت‌تره نسبت به ساخت صحنه‌ای که درونی‌تره. تاریخچه انقلاب کوبا به روایت پوسترها. رمان کافورپوش نوشته عالیه عطایی. اینکه کسی یواشکی و محتاطانه بخواهد از چیزی سر در بیاورد مسخره است. گره خوردن سرگذشت خانوادگی و تاریخی در مستندی به نام نامه‌ای درباره برزیل به تو مدیونم. شبی که ماه کامل شد فیلمی درباره زندگی عبدالحمید ریگی و فائزه منصوری همسرش. عبدالحمید ریگی یکی از اعضای گروه شبه نظامی جندالله و برادر عبدالمالک ریگی رهبر این گروه. عبدالحمید به درخواست برادرش همسرش فائزه رو در خواب با شلیک گلوله میکشه. اما چه چیزی این فیلم رو برای تماشاگران اونقدر جذاب کرده بود که سال گذشته به یکی از پرفروشترین ها تبدیل شد؟ خوش ساخت بودن فیلم، بازیگرای معروفش یا داستان فیلم برای تماشاگرا جالب بود؟ نرگس آبیار کارگردان این فیلم که سال گذشته در جشنواره فجر جوایز زیادی به دست آورد درباره شبی که ماه کامل شد صحبت میکنه. این دو جوان امرو میهن ما چکنیم ما چکاری ما دختر به راه دور نمتونیم شوهر بدیم، یعنی من همین یه دختر دارم. فیلم در مورد آشنایی یه دختر تهرانی هست با یک پسر بلوچ که خب عاشق هم میشن در زاهدان. تو بگو جد کجاست؟ نه قشنگ نشون بده جد کجاست. و بعد این آشنایی منجر به ازدواج میشه. نصف فیلم میخندی باید تهش عشقه تو در میاری. ولی خب پسر این وسط در واقع درگیر گروه های افراطی میشه، آشناییش با اونها به واسطه برادرش و اتفاقات دیگه رقم میخوره که به هر حال یک ماجرای تراژیک رو رقم می‌زنیم. در واقع سه تا شخصیت زن اصلی من در این فیلم دارم.
غمناز، عصمت و فائزه. یکیش زنی هستش که با تمام وجود با کاری که فرزندانش میکنن مخالفه، ولی نمیتونه کاری بکنه. بیا اینجا، میتونی بچه داری چکا میکنم؟ میدونی او اکشی نمیگی؟ دو مرا عمل کرده زنه هاکی که با هم کم تره. اینا تکبیری هم، یا زنی هم ایچی تکبیری؟ یکی مادریه که بچه‌هاشو به دندون گرفته و بزرگ کرده به سختی و حالا اونها رو از دست داده، از در کنارش نیستن، و یکم مادریه که فائزه خودش رو به خاطر فرزندانش به خطر میندازه. برای من این سه تا شخصیت زن در این داستان خیلی مهم بودن و برای من لحظات دراماتیک به وجود می‌آوردن در داستان. اینه که من سعی کردم از زوایای اینها جلو برم داستان رو روایت بکنم. با اینکه من اصلا هیچ تجربه زندگی و آشنایی در سیستان و بلوچستان نداشتم، اما به اون مناطق سفر کردم، سفرهای متعدد داشتم، با مردم نشست و برخاست داشتم و تو سعی کردم به فضای اونها رو از آن خودم بکنم در داستان خودم. من مدت ها بود که میخواستم در مورد رادیکالیسم دینی فیلم بسازم. سفر کردم به کشورهای اطراف خودمون، بعد به اروپا، کمپ آوارگان و پناهندگان سوری. به خصوص میخواستم متمرکز بشم رو موضوع داعش، اما هرچی فکر کردم برای مردم کشور خودم عمومیت نداره و شاید نتونن باش ارتباط برقرار بکنن. اینه که یک دوستی این موضوع رو به من پیشنهاد داد و من پیگیری کردم و دیدم این هم در واقع اون چیزی که مد نظر من هست درش هست و هم مردم میتونن باش راحت‌تر ارتباط برقرار کنن. دو تا از فیلم‌های من بر اساس رمان‌های من ساخته شده، شیار 143 و نفس. خب من سالها رمان نویس بودم و داستان می نوشتم. ادبیات امروزی ما هم ادبیات تصویریه نسبت به ادبیات توضیحی که سالها پیش داشتیم. اینه که واقعا اینها جدای ناپذیرن از هم. ما همه جور طیف بازیگری در کارمون داریم، یعنی هم بازیگری تئاتر داشتم، بازیگری سینما داشتم، نابازیگر داشتم. یک دست کردن این سه طیف بازیگر خیلی سخته. خیلی وقتها روش من اینه که بازیگر رو در موقعیت قرار میدم. گریه میکنید؟ چشمات قشنگ تر میشه. من گریه کنم برم ببینم. این اتفاقی که تو مستندسازی برای ما میفته که آدم‌ها در موقعیت قرار میگیرن و رفتارهایی رو بروز میدن، من ازش استفاده کردم تو سینما و جواب داده من. قطعاً کارگردانی صحنه‌های اکشن با صحنه‌هایی که خیلی درونی‌تر هستن و شاعرانه فرق داره، اما ممکنه به نظر بیاد که ساخت صحنه‌های اکشن سخت‌تره. شاید بشه گفت فقط ریسکش بالاتره، وگرنه به نظر من ساخت صحنه‌های اکشن راحت‌تره نسبت به ساخت صحنه‌ای که درونی‌تره. آدم باید به بازیگر نزدیک بشیم و بهترین شکل ممکن حسش رو به مخاطب منتقل کنیم. ساخت این صحنه‌ها سخت‌تره و من استرس و اضطراب بیشتری برای این سکانس هم دارم تو سکانس های اکشن. مثل همه دنیا زنان واقعا باید تو هر زمینه 10 برابر یک مرد تلاش بکنن تا بتونن خودشون رو ثابت کنن، تا بتونن اعتماد اطرافیانشون رو جلب کنن. من این کار آخرم که ساختم، چیزی که خیلی میشنیدم از دیگرانی که فلانی یه فیلم مردونه ساخته، برای من خنده‌دار بود این اظهار نظر. مثل همه دنیا نمیخوام بگم، تو ایران به خاطر فرهنگ، سنت، همه چیز ممکنه مقدار سخت‌تر باشه،
اما الان زنان به نظرم خیلی راحت‌تر تو فضای سینما کار میکنن. مستندای خیلی خوبی از زنان فیلمساز داریم، مستندساز داریم تو فضای سینما. ما معمولا هر سال چند تا کار سینمایی از زنان فیلمساز داریم که بعضا کارهای درخشانی هستن. در 10 سال اول بعد از انقلاب کوبا چی گذشت؟ پوسترهای این دوره بازتاب فضایی که در اون شور انقلابی، امید به سازندگی و برقراری دموکراسی هنوز در دل مردم موج میزنه. 60 سال بعد از انقلاب کوبا در موزه هنرهای تزیینی پاریس 250 پوستر از اون دوره به نمایش در اومده بود که نشون میداد هنرمندان و طراحان اون دوره متأثر از فضای انقلابی و آزادی بیان یک سبک منحصر به فرد خلق کردند. نمایشگاه پوستر کوبا، سینما و انقلاب 300 پوستر رو در موزه هنرهای دکوراتیو به نمایش گذاشته که بخش عمده اون متعلق به گنجینه خود موزه است. این پوسترها روایتگر دوران طلایی طراحی پوستر در کوبا هستند. دوران طلایی که تنها یک دهه دوام داشت، از 1960 تا 1970 میلادی، که در واقع همزمان بود با سالهای اول پس از انقلاب کوبا. Avant la révolution, les affiches. پیش از انقلاب کوبا پوسترها بیشتر تبلیغاتی بودند. شرکت‌های تبلیغاتی اونها رو تهیه می‌کردند. این شرکت‌ها هر چند در کوبا کار می‌کردند، اما همه آمریکایی بودند و در نتیجه همه نشانه‌های تصویری در این پوسترها باز تولید و مشابه پوسترهای تبلیغاتی آمریکایی بود. هیچ هویت زیبایی شناسانه کوبایی در پوسترهای قبل از انقلاب نبود. زمانی که فیدل کاسترو به قدرت رسید، متوجه شد که پوستر میتونه ابزاری باشه برای دفاع از تفکر انقلابی و همچنین سینما. در این راستا او آزادی تمام و کمالی به طراحهای پوستر و گرافیست ها داد. آزادی که امروز برای ما شگفت انگیزه، چون در کشوری نخست سوسیالیستی و سپس کمونیستی قاعدتاً باید یک زبان زیبایی شناسانه تصویری تحمیل میشد. زیبایی شناسی که بهش واقع گرایی اجتماعی میگفتن و در اغلب این کشورها بود. اما کاسترو به طراحهای پوستر چیزی تحمیل نکرد و در نتیجه اونها هم از منابع متنوع و متفاوتی الهام گرفتند، از پاپ آرت و اپتیکال آرت برای مثال، هرچند که اینها ارجاهای غربی و آمریکایی بودند. این آزادی و همچنین اینکه تمام سازمان‌های سیاسی و یا هنری در اون دوران سفارش دهنده‌های عمده پوستر شدند، موجب شد اون چیزی که ما امروز بهش مکتب پوستر کوبا میگیم متولد بشه. میتونیم برای مثال از فلیکس بلتران حرف بزنیم. اگرچه بسیاری از پوسترهای کوبایی این دوره کارهای فیگوراتیو هستند، فلیکس بلتران یک زیبایی شناسی کاربردی، هندسی و نوگرایانه رو به نمایش میذاره. مثلا پوستر بسیار مشهور او کلیک، که پوستریه برای ترغیب کوبایی ها به صرفه‌جویی در مصرف انرژی، چون در اون زمان منابع کشور به دلیل تحریم های آمریکا با خطر کمبود مواجه بود و خب کلیک به این معنیه که چراغ ها رو خاموش کنید. این دوران طلایی پوستر کوبایی به بهترین نحو خودش رو در تولیدات پوستر سینمایی نشون میده. پوسترهای سینمایی نمایانگر برداشت بسیار آزاد از فیلم‌های مورد نظر هستند. همه این پوسترها فرمت واحدی دارند، 76 در 51 سانتی متر، و همه با تکنیک سیلک اسکرین چاپ دستی شدند. به همین خاطر رنگ‌ها خیلی به چشم میان و پوسترها بسیار رنگی هستند.
هر کدوم از اون طراحای پوستر برجسته کوبایی مثل ادواردو بش، نیکو و یا آنتونیو ربویرو با برداشت خودشون از فیلم ها زیبایی شناسی متفاوت و منحصر به فردی رو در این کارها به وجود میارن. بریم سراغ معرفی رمان کافورپوش نوشته عالیه عطایی. این رمان جوایز ادبی متعددی برده، از جمله جایزه مهرگان ادب. مسعود بهنود نویسنده و روزنامه‌نگار این کتاب رو معرفی میکنه. خبری از خواهر مهربان زیبا و مهتابی هم نیست. همه جا را گشتم ولی مایوس نمی‌شوم. آدمیزاد که یک و غیبش نمی‌زند، آن هم به هیچ نشانی. پیدایش خواهم کرد. عالیه عطایی کافورپوش. عالیه عطایی الان دیگه چهره شناخته شده است، بیشتر برای مردم ایران و البته برای مردم افغانستان همینطور. در هرات متولد شده، افغانستانی است. در مرز بین ایران و افغانستان رشد کرده ولی دبیرستان و دانشگاه و اینا در ایران. کتاب اینطوری شروع میشه: آبجی گم شده. به همین سادگی. خبری از خواهر مهربان و زیبا و مهتابی هم نیست. دختر سیفوری سرش را تکان می‌دهد و به آسمان نگاه می‌کند. نمی‌فهمم سوالم را شنیده یا نه. گوشه روسری‌اش را به دندان می‌گیرد و می‌جود. روسری روی سرش کج می‌شود و دست موی کم حجم خودش را بیرون می‌اندازد. در خانه‌شان را می‌بندم و همچنان حضورش را پشت در احساس می‌کنم. این دیگر چه جورش است؟ کاش الان دوباره در را باز کند و چشمش به چشمم بیفتد و خجالت بکشد. شاید اینطور بفهمد که باید درست جواب بدهد. به قول آقا جان خجالت برای بعضی از زنها لازم است. خب بگو، خبر ندارم. سکوت دیگر یعنی چه؟ کتابش از کافورپوش که شروع شد تجلیل شده، تحسین شده، در چند تا از جوایز رو برده و به نظر من جدیتر از این حرف است. دلیلش هم این استش که او هویت رو یک تجربه کرده است. دربارش مقاله نمی نویسه که، در جونشه. کسی است که در سه منطقه، در سه جا این هویت باهاش چرخیده. مهاجره، انگار که ذاتن مهاجره. همه چیزهای خوب مال زنهاست، قبول، ولی خبر گم شدن آبجی خصوصی نیست. همه می دانند، یعنی فهمیدند که یک هفته از مثل مرغ پرکنده دور خودم می چرخم. اینکه کسی یواشکی و محتاطانه بخواهد از چیزی سر در بیاورد مسخره است. میتواند بیاید و بپرسد. البته شاید از اینکه خودش چیزی را کشف کند لذت ببرد. لذت کشف از آن چیزهایی است که حتی ساده لوح‌ترین آدم‌ها را هم مجاب می‌کند در خیابان دنبال سوژه بگردند. من به روی خودم نمی‌آورم که دیدمش. طوری وانمود می‌کنم که مثلا من گیجم و ناراحت و حال خودم را نمی‌فهمم. این جوری برای او هم بهتر است. می تواند با خیال راحت داستان پردازی کند که پسر رفعت را در حالی که حالش خوب نبوده دیده. وقتی این را تعریف می کند ملوس هم گوشه نشسته و دارد زیر جلکی گریه می کند که ای داده بیداد، پسرکم چطور آشفته شده. زنها که گریه مثلا پنهانش را می بینند دورش می کند که تعریف کن چه بلای سرتان آمده، و آن وقت است که از زبان ملوس می فهمند آبجی گم شده. این طوری لذت شنیدن ماجرا دوچندان است. فقط ملوس. مطمئن نیستم ملوس ماجرا را بگوید. از مرموز بودن خوشش می آید. شاید به همین دلیل به من می گوید مرموز. از روی دوست داشتن می گوید مرموز. نامه درباره برزیل به تو مدیونم. این عنوان مستند تاثیرگذاری ساخته کارول بنجامین، کارگردان برزیلی. تو این مستند مجموعه مفصلی از نامه‌ها، عکس‌ها و فیلم‌های خانوادگی با آرشیوهای مطبوعاتی دوران دیکتاتوری برزیل در هم آمیخته و سرگذشت خانواده فیلمساز رو به موازات سرگذشت کشورش روایت می‌کنه. این مستند در جشنواره فیلم ایتفای آمستردام مورد تقدیر قرار گرفت. تماشا با کارول بنجامین، کارگردان این فیلم، گفتگو کرده. من همیشه در فکر ساخت مستندی درباره مادر بزرگم بودم. وقتی در سال 2012 فوت کرد،
متوجه شدم که در پیشینه خانوادگیم خیلی چیزا هست که در موردشون هیچی به من نگفتند. Foi para a clandestinidade junto com o Cid para militar na política. Dessa maneira, eu fui enxergando a política dentro da minha casa. My grandmother had this kind of. اتفاقات زندگی مادر بزرگم باعث بیداری سیاسی شده بود و خیلی از نظر سیاسی فعال بود. بهش مادر اف برزیل لقب داده بودند. من از بچگی مدام قصه های مقاومت و مبارزش رو از زبون خودش شنیده بودم. قصه هایی که براش خیلی هم مهم بودن. اما هیچ وقت ماجراها رو از زبون پدرم نشنیده بودم. برازیلیانسکا فشوارشادوکاتر رکنه فرشیکتید می ات سیرکا 1 میلیون منیفول har passerat militärdomstolarna under de senaste 11 åren. Ett av de här fallen är Cesar Benjamin. Cesar greps den 30 augusti 1971, 17 år gammal. Som minderårig så kunde han enligt lagen inte dömas till frihetsstraff. Men en psykolog undersökte honom och slog fast att han hade en 35-årings intelligens och därför kunde han dömas som vuxen. Och han fick 13 års fängelse. فکر میکنم برای پدرم خیلی سخت بوده که از زندان انفرادی در بیاد و ببینه قصهش رو قبلن کسی دیگه روایت کرده. به خصوص راوی که مادر آدمم هست و شما هم که نمیتونین روایت مادرتون رو زیر سوال ببرین. Aí nós passamos a ter direito à visita ao César, né? Mesmo que a tortura não existisse mais, que existia, por exemplo, eles passavam, encostavam o cigarro aceso no braço, sabe? O César ficava nu dentro da cela. A vila militar era muito fria. Um soldado passava, jogava um balde de água fria em cima do César. I think that it's very common, like for. فکر میکنم کسانی که شکنجه شدن طبعاً براشون خیلی سخته که موقعیت‌های تحقیرآمیز و دردآوری رو که از سر گذروندن به یاد بیارن. اما مسئله در مورد پدر من فقط این نبود. چون پدرم بعد از مرگ مادر بزرگم شروع کرد به حرف زدن درباره تجربهش. من مصاحبه‌هاش رو نگاه کردم و دیدم که اصلاً درباره مادر بزرگم حرف نمیزنه. احتمالاً برای همینم قبول نکرد تو فیلم من که اول قرار بود درباره مادر بزرگم باشه حرف بزنه. Oi pai, tudo bem por aí? Eu ia te ligar, mas resolvi escrever dessa vez. Estou indo para a Suécia em função do filme. Vou conversar com a Mariane, visitar a Anistia, pesquisar imagens sobre o seu caso. Você pode imaginar que estou muito empolgada com tudo isso. Na mesma medida em que fico sempre mexida também. Frustrada com tudo que gostaria de compartilhar com você e não posso. Não quero desrespeitar sua decisão de não se envolver com o filme. E espero que este e-mail não lhe soe como insistência. It's a film about the story of my family. فیلم من درباره سرگذشت خانواده منه که عمیقاً تحت تاثیر دیکتاتوری نظامی برزیل قرار گرفته. اما در این حال این فیلم درباره سکوت هم هست. هم سکوت خانوادگی، هم سکوت تاریخی. خشونت رژیم‌های خودکامه به سکوت دامن می‌زنه. جالبه که در مورد خاطرات جنگ حرف می‌زنیم، اما در مورد خاطراتمون زیر سایه دیکتاتوری معمولاً ساکتیم. ما فیلم و کتاب چندانی در این مورد نداریم و به ندرت درباره‌اش حرف می‌زنیم. Certos eventos melhor silenciá-los. Em nome da paz da família brasileira. Moram nos silêncios as raízes das grandes mágoas familiares, destruindo pontes entre as pessoas e seus afetos, entre os países e suas histórias. Em Brasil? امروزه در برزیل خیلی از مردم از دخالت نظامیان در کار کنگره حمایت می‌کنند. چون از فساد دستگاه سیاسی و بحران اقتصادی به سطوح اومدن. به نظر من دلیل این حمایت بی اطلاعی عموم مردم از تاریخ دیکتاتوری در برزیل و خشونت رژیم خودکامه گذشته است.
من دلم میخواد این فیلم با مخاطبی گسترده که از نظر سیاسی لزوماً چپ نیستن ارتباط برقرار کنه و مخاطبش کسانی باشن که چندان چیزی درباره گذشته و تاریخ برزیل نمیدونن و از نظر سیاسی سردرگمن. ما چپ ها عادت کردیم در حلقه بسته خودمون فقط با خودمون حرف بزنیم، نه با کل جامعه. Não sei se você conhece um poeta português, deve conhecer, Fernando Pessoa, que diz: Nessa vida, eu que sou o meu sono, não sou o meu dono. Quem sou é quem me ignora e vive, através dessa névoa que sou. Todas as vidas que outrora tive, numa só vida. Mar sou, baixo marulho ao alto rujo, mas minha cor vem do meu alto céu, e só me encontro quando de mim fujo. Um abraço, Iramaya. PS. Fico te devendo uma carta sobre o Brasil. به پایان برنامه این هفته رسیدیم، اما دوباره میتونید تماشا رو روی یوتیوب و وبسایت بی بی سی فارسی ببینید. گزارش هاش رو هم طبق معمول میتونید روی شبکه‌های اجتماعی مثل تلگرام و اینستاگرام بی بی سی فارسی دنبال کنید. تا برنامه دیگه، خداحافظ.